سلام رفقا، چطورید؟ آقا اومدیم توی کانال آریانا سعید گل، خواننده هنرمند درخشان و ارزشمند افغان، که یکی از خواننده‌هایی که من بیشترین ریاکشن رو توی کانالم بهش دارم و واقعا خیلی باش حال میکنم. اومدیم آهنگ تو میتانی رو از توی کانالش گوش کنیم، کلی حال کنیم و چیزای جدید یاد بگیریم ازش. فقط یادتون نره ویدئوی داشتون رو لایک کنید، کانال رو برای حمایت از من صدام گرفته سابسکرایب کنید و کامنتاتون رو، آهنگای باحال رو مثل همیشه که بهم لطف دارید توی کامنت ها بنویسید برام. دمتون گرم. اینم اینستاگرام من، هر کی که دوست داشت بره و منو فالو کنه. بریم ببینیم که این خواننده ارزشمند افغان چیکار کرده. ستاره افغان آجی، یه برنامه ستاره افغان هم میدونی؟ وایسا، توی یه برنامه داره آهنگ میتوانی رو به صورت لایو میخونه. اوه چقدر خوبه که اجرا لایوه و دوست دارم لایوش رو بشنوم. واقعا سیم این در نیاد بدبخشی. اوکی که می لرزد کسی دینش خبردار، که می لرزد کسی دینش خبردار، برای آن که با ایمان بماند. میگه که می لرزد کسی اونو خبردار بمینه و اینا، که تا اینجا مشخص نیست راجع به چی صحبت میکنه. فقط آجی تتوش، من اول فکر کردم کلید سول موسیقیه. بله سوله، یه سولیه که برعکسه، درسته؟ آره فکر کنم کلید سوله که برعکسه و اون ورش هم بغلش نوته و خیلی باحاله. اوکی. شبی باید و به ایمان سنگسار بلند شو نره شو یون سرزن، برای حق خود دست تو مرزن. باری کلا. ببین ارزشمند یعنی یه کاری که ارزش داره، گوش کن یه چیز، یه روحیه ای بت بده، یه تغییری توت به وجود بیاره. آریانا سعید اینجوریه، داره میگه که آقا برای حقت فریاد بزن، یه کاری کن. اسم آهنگم تو میتوانیه. چقدر اوج خوندنش، چقدر لایف خوندنش قویه. و راجع به آهنگش، آهنگی که زیرشه خیلی جالبه، حالا جلوتر گوش کنیم به این چی میشه. برای حق خود دست تو مرزن، اگر چی خیلی مشکل است تو نشته تکولیشی، ته کولیشه، یعنی چی؟ اوکی. تو میتونی، تو میزن، تو میتونی، تو میتونی، تو میزن. آهنگش اولش که شروع شد خیلی شبیه آهنگا تکنوه، تکنوی سبک دیگه کلن، و خیلی برام عجیب، مثل بعضی موقع سیاوش قمیشی آهنگای قدیمش بعضیش تکنو بود، اینم اولش تو سبکای تکنو شروع شد، الان رفت تو یه فضای دیگه. آقا خب این که توی مسابقه است، درسته؟ و من موندم اینا که نشستن اینجا داورن دیگه 100%، یعنی مثلا داشتن قضاوتش میگردن تو مسابقه، اومده براشون خونده آریانا سعید که دیگه خواننده معروفه. احتمالا اینجوری نیست، شاید رفته همینجوری توی مسابقه مثلا خونده یه حالی داده به جماعت ها، یه صدایی بهشون رسونده، مثلا یه انگیزه یه چیزی باشه، فکر کنم. اوکی. آقا یه چیزی، همیشه من میدونید که داشتون موی مشکی خیلی دوست داره، خب من هر جا آریانا رو دیدیم موهاش مشکی بوده، که جای تشویق داره واقعا، دمش گرم. ایول میزه آدم جزاز یاد و دهن
ببخشید من نفهمیدم. دوباره هوا هست تو میز آدم جزاز یاد و دهن حقی تو را نمیفهمم، ولی میگه که حق تو کم میدن، یعنی دارن بهت ظلم میکنن. چقدر ملودیش قشنگ بود این تیکش. اومد پایین آخرش. صدام گرفته، آبم ندارم. و آن که میزند سنگت به نفرت، خودش شیطان تر از شیطان عالم. بلند شو عجب بابا، این باید رپر میشد ناموسن. عجب پانچ لاینی زد. یو نگه اونی که تو رو سنگت میزنه، اینجا ایهام داره، هزار تا معنی میتونه سنگ به عنوان مثلا یه حرف بدی یا یه چیزی که مثلا یه آدم مذهبی میاد تو رو ناراحت میکنه باشه، میتونه سنگسار باشه، یا حتی میتونه سنگی که بعضی حاجی ها میرن مکه میندازن باشه، در صورتی که مثلا یارو خیلی آدم بدیه، فقط خودشو پشت حج و تسبیح و مهر و اینا قایم کرده. میگه آقا اونایی که سنگ میزنن تو رو نیا کن. چقدر زیبا بود ملودی. میگه سنگت به نفرت، خودش شیطان تر از شیطان عالم. بلند شو نرشو فریاد فرزن. خودش شیطان تر از شیطانه. یو یو چرا اینو میگه؟ چون آقا شیطان تکلیفش مشخصه دیگه، شیطان شیطانه، ولی اونی که میاد پشت یه سری صورت‌های زیبا قایم میشه، مثل بعضی آدما که میان پشت دین قایم میشن و هزار تا گند و گوه میزنن، اونا از صد تا شیطان هم بدترن. واقعا داره درست میگه. یو باری کلا. برای حق خود دست رو برزن، برای حق خود دست رو برزن. گفتش بعدش هم گفتش که فریاد بزن و برای حق خود دستتو برزن. برزن نمیدونم، فکر کنم میگه دستتو بلند کن برای حق خودت، فریاد بزن. اومد پایین، دیدی؟ تو میتونی، تو میتونی، تو میزن. تو میتونی، تو میتونی، تو میزن. حاجی یه جوری داره لایف میخونه، من هی اینو در میارم، هم یه جوری داره لایف میخونه، استودیویی قشنگتره. تنها خواننده ای که لایوش به نظر من از آهنگای تو استودیوش قشنگ تره، یعنی آهنگایی که موزیک ویدیو گوش میدم من اینجوری حال نمیکنم که تو لایوش حال میکنم. یو واقعا آدم پشماش میریزه از این صدا. ما نداریم تو خواننده های فارسی، داریم لایف خونه باحال، ولی کسی که انقدر کار درست و خفن باشه، انقدر کار ارزشمند داشته باشه، شاید به تعداد مثلا انگوشت های یه دست باشن کلن تو فارسی زبان ها. آی داشت گریه میکرد مرده. اینا کیان؟ این داورا خب سال درصد جز هنرمنده و آدم های معروف افغان هستند. من نمیشناسم. داره گریه میکنه. اون تصویر رو ببینیم پشتش، دستار رو گرفتن، این نشان از همیاریه. یعنی بابا بگیرین یه بار دست هم و بلند شین، پاشین یه کاری کنین، نشان همبستگیه. شروع شده میفهمم چرا دهی فر خود داره حجاده میشی. اصلا نفهمید. قلم میشی اگر استاده میشی، دهی میشی بسه را سنگ و باران، اگر روخ شانه آقا. اول اینکه چقدر با حس داره میخونه واقعا،
یعنی این زبانم ندونی میفهمی که داره از یه چیز خیلی مهم میگه. بعدش هم گفتش که قلم میشی، یعنی پاتو قلم میکنن اگر ایستاده میشی، یعنی اگه وایسی صدا در بیاد یا بخوای یه حرفی رو بزنی قلم میشی، پاتو میزنن نمیذارن. یو پنج سال نمیدم اگر روخشانه دل داده میشی بلند شو نرشو خدا دلمون گرفت تا چی برای حق خود دستت رو برزن اگر چی خیلی مشکل است تو میتانی تو میتانی تو برزن. اوه الان اولین بار خیلی سخته واقعا فهمیدن آهنگا برا من هنوز، ولی الان فهمیدم. میگه تو میتانی تو میتانی تو ای زن، ای زنشو نشنیده بودم. یو اینو برای خانوما خونده. اوکی چه انگیزه و چه انرژی میده به خانومای اون کشور وقتی اینو گوش میدن واقعا. تو میتانی تو میتانی تو ای زن، تو میتانی تو میتانی تو ای زن. بالاتر از چیزی خوند که باید میخوند فکر کنم، یعنی سورپرایز کرد دیگه. نیا کن اینجا رو دیدی میتانی تو ایزن. ترکوند ما رو واقعا، مخصوصا اون آقایی که داشت گریه میکرد ناراحت بود، چقدر آهنگ تاثیرگذاری بود. قدر این هنرمنده رو امیدوارم که، من نمیدونم حالا بعضی کامنت ها، من آهنگای خانم آریانا سعید رو میذارم، بعضی ها دو سه نفر بودن اومدن فوش دادن حتی، من نمیدونم حالا مشکلشون چی بوده یا چی هست، ولی قدر هنرمندانتون رو بدونید، واقعا ارزشمنده این. دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو دیدید. یکم مودمون رو عوض کنم. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، کامنتاتون رو برام بنویسید و داشت کوچیکتون رو سابسکرایب کنید. خیلی مخلصم، تا یه ویدیوی بالا دیگه، خدافظ بچه‌ها.